بعض از کسا سه تو شکایت دارن که ما شاشبن میشم، یا از طرف شو شش هفت دفعه تشنا میرم شکرام ندارم، یا ای که رفع حاجت میکنم ادرارم چک چک قطره قطره ادرارم خارج میشه، یا ای که میگه دکتر سه به هیچ عضوی ما گرفتن نمیتونم، میرم خود تخلیه میکنم مجبور باز تش رفع حاجت برم، بیخی کالایم بی نماز میشه، بیخی زندگیم سیاه شده. حاجی صاحبا این شکایت ها رو به ما میکنن. هموطن های عزیز، هموطن باید نگویم. دوستان عزیزم، ما خوشبختانه یک کتله عظیم از تعقیب کننده و فالووره را در سر تا سر دنیا داریم. چه افغانایی که در کشورهای خارجی اروپایی و امریکایی زندگی میکنن، چه فارسی زبانایی که در تاجیکستان هستن، در ایران هستن، در کردستان هستن، در کشورهای امارات متحده عرب هستن و داخل کشور خودمون هستن. بسیار تشویق میکنین، بسیار حمایت میکنین، من ارزش و قدر تشویق ندارم، این بزرگیتان است، لطف دارین، محبت میکنین. انتقاد کرده بودین که لطفاً هموطن نگو که باز ما میجبریم، شما هم هموطنیم هستین، هر کسی که در هر جای هست هموطنیم هست. ما خود انسانیت را میشناسیم، چیزی به نام بهتر مثال موضوعات تبعیضی در نزد کسایی که چپن سفید داره مطرح نیست. انسان هستین، در هر جایی که هستین انسان هستین، این درود برتان. خب زیاد حاشیه نگویم، اکثر دوستا میپرسن از سر تا سر دنیا، به ما مسج میکنن، پیام میفرستن که دکتر صاحب در مورد هر چیز معلومات دادی ولی در مورد بندش ادرار معلومات ندادی. این حال باز دکتر یورولوژی از ما قار میشه، بگذار که قار شوه. دوستای نازنین، ما در مورد از این که چرا یک نفر بی اختیاری ادرار پیدا میکنه، چرا مثلا ادرار یک نفر بی اراده خارج میشه، چرا راهکارهای بی اختیاری ادرار عامل شده تثبیت میکنه و در پلی از او بی اراده خارج شدن ادرار رو چگونه تداوی کنیم، شب ادراری چگونه تداوی میشه، در مورد همه از یاد دانه دانه می کامل عمران سگمنت ها را ادت کده. اگر میخواین در این مورد معلومات داشته باشین، همین چنل یوتیوب شما را، دکتر شما را داخل شوین، دکتر شما را در این ویدیوها را ببینین، میپالین با پالین پیدا میشه. حال امروز حالت برعکس از او رو ما میخواییم تشریح کنم. بعض از کساس تو شکایت دارن که ما شاشبند میشم، یا از طرف شو شش هفت دفعه تشنام میرم شکرام ندارم، یا ای که رفع حاجت میکنم ادرارم چک چک قطره قطره ادرارم خارج میشه، یا یکی میگه دکتر سه به هیچ عضوی ما گرفتن نمیتونم، میرم خود تخلیه میکنم مجبور باز تش رفع حاجت برم، بیخی کالایم بی نماز میشه، بیخی زندگیم سیاه شده. حاجی صاحبا این شکایت ها رو به ما میکنن. و یا یکی بعضی اوقات یک فرد میگه دو روز است سی روز است که ادرار نرفتیم و در پلیس زیر دلم پوندیده و در پلیس بسیار یک ناراحتی در قسمتایم احساس میشه، ادرارم چک 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 خارج میشه. از لحاظ طبابت اینمی موضوعات تحت عنوان احتباس ادرار یا یورینری ریتنشن مورد بحث قرار میگیره. اصلا این مبحث یک تاپیکی است که بیشتر مربوط دکتر صاحبای یورولوژیست میشه، متخصص امراض بولی و تناسلی. خب عزیزای دل، قبل از اینکه من در مورد بندش ادرار یا احتباس ادرار صحبت کنم، خوب است که کمک توضیح در مورد طرق بولی بتم. خب وقتی که تمام مواد زائدی که باید از بدن خارج شوه توسط گرده تفکیک شد، مشتقات اضافی نیتروژندار تثبیت شد، به خاطر از اینکه اینا از بدن ما دفع شود، طبیعی است که گرده ای را فیلتر میکنه، وقتی که فیلتر کرد تصفیه کرد مواد مفیدش از طریق تیوبولا پس دوباره جذب میکنه و اوی که به درد ما نمیخوره به شکل ادرار پایان میشه در حال بین دو پیپکی که از گرده های ما مواد جمع شده و فیلتر شده را پایان میکنه به مثانه. مثانه یک تانکرک ذخیره ادرار از دو سکای مثانه ما شما در حدود بهتر امثال 400 تا 600 میلی لیتر ذخیره میکنه ادرار، و وقتی که یک مقدار کافی ادرار در مثانه ما جمع شد، عکسات از طریق رشته های عصبی که در عضلات مثانه یا دیتریسل مسلز و مؤثرهای مثانه وجود داره، سیگنال ها را انتقال میده به هرام مغز، از هرام مغز به سیستم اعصاب مرکزی، پس دوباره از سیستم اعصاب مرکزی و هرام مغز سیگنال ها میره به مثانه. دیوالایی تا میگه پچک کو، تخلص کو، تا
تقلص در دیوالای مسانه صورت میگیره، معصری مسانه واز میشه، احلیل خود باز میکنه و در نهایت فعل تبول یا میکچوریشن صورت میگیره. پس هرگاهی به اساس هر علتی که در اینمی پروسه تبول چارش و جنجال ایجاد شوه، ما احتباس یا بندش ادرار را تجربه میکنیم. مستند بر معتبرترین مؤاخذه طبی، عمدترین عواملی که باعث بندش ادرار در نزد یک فرد شده میتانه، ابتدای را به دو کتگوری تصنیف بندی میکنند. یا ما بندش ادرار به شکل حاد داریم، یا ما بندش ادرار به شکل مزمن داریم. اگر بندش ادرار آنی پیش یک فرد ایجاد میشه، موقتی ایجاد میشه، کوتاه مدت ایجاد میشه، این بندش ادرار یا احتباس ادرار حاد است، این مریضا سریعا باید اقدام شود، به شفخانه بستر شود، نیاز اگه بود کاتتر، فولی کاتتر برش تطبیق شود تا اینکه نشه که گرده ها را به شکل حاد خراب نسازه، باعث ایکا آی نشه. کامل عمران ایکا آی چیست؟ اکیوت کیدنی انجوری، آسیب گرده ها به شکل حاد. خب وقتی ما در مورد بندش ادرار یا احتباس ادرار به شکل مزمن داریم صحبت میکنیم، عمدترین عواملی که باعث بندش ادرار به شکل مزمن میشه، مستند بر معتبرترین مؤاخذه طبی را در ابتدا به 5 کتگوری تصنیف بندی میکنن. نمبر اول، هر نوع ابستراکشن یا انسداد در جریان ادرار باعث بندش ادرار میشه، چه سنگ باشه، چه بزرگ شدن پروستات باشه، چه کتلات در طرق بولی باشه، چه تومورها و سرطانهای طرق بولی باشه، چه سرطانهای پروستات باشه و چه تزیقات باشه، تمام از اینا منجر به این میشه تا در نزد یک فرد احتباس یا بندش ادرار ایجاد شود. عامل عمده دومی که باعث بندش ادرار در نزد یک فرد شده میتانه دواها است، ادویه. کدام دواها؟ رخاوت دهنده ازلی. کدام دواها؟ دواهای ضد جنون، دواهای ضد افسردگی و استراب که به نام ترای سایکلیک انتی دپرسانت میگن، مثلا نورتریپتیلین، امیپرامین، کلومپرامین، دیلاکزیتین، مثلا داکسیپین، اینا دواهای ضد افسردگی هست، ولی دهن را خشک میکنه، قبضیت پیش ما ایجاد میکنه، ما را خواب آلود میکنه و امکان داره که پیش یک فرد بندش ادرار یا بند شدن شاش را به وجود بیاره. بعض دواهای دیگه کنترل کننده فشار، بعض دواهایی که به خاطر تداوی حساسیت ها استفاده میشه، مثلا سیپروپتادین، مثلا سیتریزین، لیووسیتریزین، اینا امکان داره که باعث بندش ادرار شه. بنابراین امکان داره که بندش ادرار بعض اوقات عوارض جانبی بعض داروها باشه. سوم، امکان داره بندش ادرار در سایر انتانات ایجاد شوه. کسایی که ملتیپل سکس پارتنر دارن، روابط جنسی با چندین فرد می داشته باشن، امراض مقاربتی جنسی پیششان ایجاد میشه، انتانات و طرق بولی را تجربه میکنن، حالبشان التهابی میشه یا مثلا مثانهشان التهابی میشه یا به طور مثال پایپ ادرار التهابی میشه، پروستات به شکل حاد یا مزمن التهابی و انتانی میشه، این امکان داره که بندش ادرار داشته باشم. البته در پلویش طبیعی است که مریض زیاد تشناب میره، امکان داره که از ادرارش چرک بیایه یا پیوریا داشته باشه، امکان داره از ادرارش خون بیایه یا هیماتوریا داشته باشه، امکان داره که به طور مثال در وقت تبول خیلی ناراحتی را تجربه کنه، ولی در پلویش امکان داره که شاهد تجربه کردن بندش ادرار همچنان باشه. در ضمن بعض اوقات بندش ادرار در نزد یک فرد در سیر عملیات‌ها ایجاد میشه دوستای، مثلا عملیات های حرام مغز، عملیات های کمر، عملیات های حوصله، ولادت های مکرر محبلی یا نارمل که در جریان به طرم سال ولادت یک خانم آسیب ببینه و با استفاده از فورسپس که انداخته میشه وجرات عصبی آسیب ببینه، این طبیعی است که منجر به این میشه که تا بعدها در نزد یک خانم یا بندش ادرار یا بی اختیاری ادرار ایجاد شود. بنابراین چانس بی اختیاری ادرار و بندش ادرار در نزد زنایی که نرمال ولادت میکنن نسبت به زنایی که سیزارین میشه یا به گفته مردم مشتکش از روی شکمش برداشته میشه بیشتر هست. بندش ادرار امکان داره در سیر آفات سیستم عصبی ایجاد شوه، مثلا کسایی که شکر دارن، مریض شکر میگه هیچ ادرار ما گرفتن نمیتونیم، بخیر میشرمم دکتر سه بیا بیا برو شدیم. چرا مادر؟
میگه هیچ ادرار رو ما گرفته نمیتونم بوی نامطلوب رو تولید میکنه و در پالش بخی فعالیت های مرا محدود ساخته. بندش ادرار امکان داره که در سیر سکته مغزی ایجاد شود، در سیر اسکلروز چندگانه ملتیپل اسکلروز ایجاد شود، در سیر به طور مثال آفات تومورهای مغز ایجاد شود، آبسه های مغز، انتانات ستون فقره اسپاینال کورد یا را مغز، اینا همه باعث میشه که پیش یک فرد بندش ادرار ایجاد شود. بنابراین به شکل مزمن پنج گروهی از امراض، امراض جراحی، اختلالات عملیات، عوارض جانبی دوا، آفات سیستم عصبی مرکزی، انتانات طرق بولی و انسدادهای طرق بولی باعث بندش ادرار میشه. خب کدام ماینات باید اجرا شد تا یکی عامل تثبیت شود؟ کدام ماینات به تشخیص؟ نمبر اول، تاریخچه ما باید از مریض بگیریم. دو، مریض مورد معاینه فیزیکی قرار بدیم. سه، اولتراساوند ساده یا اولتراساوند از طریق مقعد برای مریض توصیه میشه. 4. یورین اگزم یا معاینه ادرار مریض صورت بگیره. 5. سیستسکوپی یا تطبیق کمره از طریق احلیل تا یکی از طرق بولی عکس برداری کنه. 6. IVP یا انتراوینوس پیالوگرافی، مواد کنتراست بر مریض زرق میشه، مواد وضاحت دهنده بر مریض زرق میشه تا اینکه از طرق بولی بر ما وضاحت بیشتر بتا از گرده گرفته تا و مجرای خروجی ادرار که احلیل هست. سی تی سکن بعض اوقات کمک کننده هست. EMG یا الکترومیوگرافی کمک کننده هست. در پلیازو بعض اوقات به خاطر رد سرطانای پروستات معاینه خونی که به نام PSA میگن، پروستات اسپسیفیک انتیجن، که اگه از ده بالا میره مشکوکیت سرطان های پروستات را پیش یک مرد بیشتر میسازه. ای باید اجرا شود. بدون شک شکر مریض باید رد شود، مشکلات غده تیروئید پیش مریض رد شود و سایر امراض سیستمیکی که باعث اخلال در پروسه دفع کردن ادرار پیش یک مرد یا زن ایجاد میشه. خب چگونه تداوی کنیم؟ تداوی از این بعض اوقات از یک سپورت ها گرفته، مثلا برای خانمایی که بعد از ولادت به اختیاری ادرار پیدا میکنن یا بندش ادرار پیدا میکنن، بعض سپورت ها توصیه میشه تا قوام عضلات حوصله را بیشتر بسازه. بعض اوقات دواها توصیه میشه، مثلا کسایی که تکلیف پروستات داشته باشه، دواهای مثل فیناستیراید، دوتاستیراید، تامسولوسین، الفازوسین، تیرازوسین، دوکسازوسین، اینا توصیه میشه تا اینکه در کل پروستات رو سایزش خرد بسازه.